سلام بینندگانی عزیزی شبکه ازدو تیوی، 13 آگوست برنامه خبر امروز است. در استودیا با شما هم فیروزی هید، برنامه را آغاز میکنیم. باید توجه کنید به موضوع های امروزی برنامه. گلنظر کلدی مؤلف سرودی ملی درگذشت. چرا انتخابات ریاست جمهوری قبل از هنگام برقرار میشود؟ اعلامیه عایدات منصبداران شفافتر می شود. بنا به گزارش رادیو آزادی، امروز 13 آگوست سال 2020 گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی و شاعر خلقی تاجیکستان در 75 سالگی در بیمارستان استقلال از عالم درگذشت. مراسم دفن شاعر فردا برگزار می شود. در این باره پسر شاعر دلپسند کلدیف به رادیو آزادی خبر داد. داریوش رجبیان روزنامه‌نگار تاجیک در صفحه فیسبوکیش می نویسد: با اندوه فراوان خبر می دهیم که استاد بزرگوار گلنظر پس از چند روز پیکار در بستر بیماری امروز درگذشتند. روان استاد شاد باد و نام و یادشان گرامی. طبق معلوماتی که در شبکه‌های اجتماعی از طرف شاگردان و نزدیکان شاعر نشر شده بود، نامبرده هفته گذشته با نشانه‌های گرفتاری به بیماری ویروس کووید 19 در بیمارخانه استقلال بستری شده بود. خودی او روز 4 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که زیاد سلفه میکند. روزهای اخیر زیر دستگاه نفس‌دهی سنعی بود. سرود ملی امروزه تاجیکستان که با نام دیار ارجمند ما سر زبان همگان است، شعر آفریده گلنظر کلدی میباشد. شعر مذکور سال 1991 به عنوان سرود ملی تاجیکستان جایگزین شعر ابوالقاسم لاهوتی شد. گلنظر کلدی در گذشته در مجله صدای شرق و نشریه های پیوند، ادبیات و صنعت و وحدت به حیث مدیر شعبه و سردبیر کار کرده است. از سال 2005 تا 2010 وکیل مجلس نمایندگان بود. او سال 2016 از جانب پالاته اوروپا با دیپلوم دی مریتو و مدال اوروپا برای زحمت‌های علمی و فرهنگیش قدردانی شده بود. تغییرات در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان سر و صداهای زیادی را به بار آورده است. رحمت الله ظاهیروف رئیس تنها حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان از 6 نوامبر به 11 اکتبر پیش آوردن روز این معرکه را غیر قانونی ارزیابی کرد. وای گفت که وکالت های پرزیدنت فعلی 6 نوامبر پایان می‌یابد. این وکالت ها پایان نیافته برگزار کردن انتخابات پرزیدنتی خلاف قانون است. اما محمد علی وطنزاده معاون اول رئیس مجلس نمایندگان و در گذشته معاون اول رئیس دادگاه عالی این کشور دلایل پیش آوردن زمان این معرکه سیاسی را چنین توضیح کرده است. خبرگزاری سپوتنیک می نویسد و تنزاده که سنه برگزاری انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان را 11 اکتبر پیشنهاد کرده بود، 4 دلیل خود را در این باره ارائه کرد. دلیل اول او وابسته به وضع باد و هوا است. تجربه سالهای پیشین نشان می دهد که ماهای سپتامبر و اول اکتبر در مقایسه به ماه نوامبر نسبتاً گرم و ببارش می باشد. تاجیکستان کشور کوهسار است و در فصلهای تیرماه و زمستان رفت و آمد به ناحیه‌های دوردست و بلندکوه از سبب بارشات زیاد و بعضاً بسته شدن راه‌ها مشکل می‌گردد. در ماه اکتبر تعیین نمودن انتخابات برای آزادانه گذراندن چاره‌بینی‌های پیش از انتخاباتی مساعدت نموده، در مجموع به روند انتخابات تأثیر مثبت می‌رساند. دلیل دومی او مربوط به پنجشنبه بیماری شیوعی کووید 19 است. با عقیده متخصصان سرعت پهنشوی این بیماری در موسم گرمتر سست و در موسم نسبتاً خنک بیشتر می‌گردد. هرچند وضع کنونی اپیدمی کووید 19 در جمهوری تحت نظارت قرار دارد، موافق مقصد است که انتخابات در موسم گرمتر گذرانیده شود. این امکانیت می‌دهد که چاره‌بینی‌های پیش از انتخاباتی با رعایت معیارهای بهداشتی برگزار گردند و خطر پهنشوی بیماری‌های سیرویتی پیشگیری کرده شود. دلیل های دیگری مطرح کرده نایب رئیس مجلس نمایندگان مغایرات نداشتن آن به قانون های جاری کشور است. در اول ماه اکتبر برگزار نمودن انتخابات پرزیدنت برای رعایت مهلت هایی که کنستیتوسیا و قانونگذاری مقرر کرده است یگان مانع ایجاد نمی کند.
قانونگذاری عمل کننده در سنه مشخص برگزار نمودن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را پیش بینی نکرده است و برای در دیگر وقت برگزار نمودن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یگان محدودیت موجود نیست. ولی برخی از کارشناسان معتقدند که هدف از کوتاه کردن زمان برای انتخابات کمتر در دست محاکمه و بررسی قرار دادن این معرکه و بخصوص نامزدهای اساسی آن امام علی رحمان و رستم امام علی است. با این وسیله میخواهند انتخابات حتی تماماً بی سر و صدا و ساکت و خاموش برگزار شود. طبق اخبار رسانه‌ها شکل‌های نوی اعلامیه برای منصبداران دولتی درباره درآمد و اموال آنها و اینچنین ترتیب پر کردن آنها در تاجیکستان تصدیق شده است. بر پایه این تغییرات منصبداران و خادمان دولتی معلومات مفصل ارائه کرده تمامی سرچشمه‌های درآمد خود را ذکر نمایند. در اعلامیه درباره انداز از درآمد منصبداران باید معلومات زیرین را درباره درآمد از جمله در خارج کشور ذکر کنند. درآمد از جای کاری اساسی، درآمد از جای کاری غیر اساسی، درآمد از فعالیت علمی، ایجادی و آموزگاری، درآمد از اموالی که به اجاره داده شده است، درآمد از قطعه زمینی نزدی حولگی، درآمد از قطعه زمینی که به اجاره گرفته شده است، درآمد از پسندازهای بانکی، درآمد از حصه در سرمایه آیین‌نامه‌ای تشکیلات‌های تجارتی و دیگر کاغذهای قیمتناک، دیگر درآمدها. در اعلامیه درباره وضع اموال ذکر چنین معلومات ضرور است. درباره اموال، مالکیت خصوصی از جمله در خارج کشور، معلومات درباره اموال منقول و غیر منقول، درباره سرشمار چاروا و پرنده، درباره سهمیه ها در سرمایه آیین‌نامه‌ای تشکیلات های تجارتی، درباره پسندازها، متال و سنگ های قیمت بها، درباره عهده‌داری های دارای خصوصیت مالیوی. ظاهراً دولت قصد دارد با این وسیله شفافیت در کار و فعالیت منصبداران دولتی را تنظیم کند و از فساد و رشوت جلوگیری نماید. اما معاش نهایت پستی کارمندان دولتی که امکان پیش بردن یک زندگی خاکسارانه را فراهم نمی کند و جای و یا شغل خود را خریداری کردن مسئولان از زینه های پایانی سر کرده تا به بالا امکان اجرا شدن چنین تغییرات ها را به صفر برابر می کند. با توجه به این پهلوی مسئله، کارشناسان میگویند این همه تغییرات و دیگرگونی ها چند عامل دارد، یکی به منظور گول زدن مردم و عامل دیگر گزارش به سازمان ها و مؤسسات بین المللی که گویا تاجیکستان با این کار میخواهد قانون های خود را با معیارهای بین المللی مطابق کند. نشریه صدای مردم مجلس عالی تاجیکستان امروز 13 آگوست از تاریخ برگزاری برنامه برای خطگیری اهالی و فوند منزل در جمهوری تاجیکستان خبر داد. طبق این خبر برنامه برای خطگیری اهالی در کشور از 1 تا 15 اکتبر سال 2020 گذرانیده می شود. برنامه مذکور در تاجیکستان هر 10 سال یک مرتبه دایر می شود. باری آخر سال 2010 این معرکه شده گذشت. برای خطگیری اهالی یکی از منبع‌های مهمترین اطلاعات درباره اهالی بوده، توسط آن معلومات آید به نشان‌دهنده‌های اقتصادی، اجتماعی، دموگرافی و سوادناکی اهالی با راه پرسش فردی شهروندان به دست آورده می‌شود. با این مقصد برای خطگیری اهالی به در نظر داشت امکانیت دولت در 10 سال یک مرتبه برگزار می‌گردد. برای خطگیری اهالی در جمهوری تاجیکستان بعد از به دست آوردن استقلالیت دولتی بار سوم است که گذرانیده می‌شود. بار اول ماه ینور سال 2000 دایر شد. طبق نتیجه های آن اهالی کشور 6 میلیون 127 از 10.5 هزار نفر شمریده شده، بار دوم از 21 تا 30 سپتامبر سال 2010 برگزار گردید. این نوبت از دیگر برای خطگیری ها با آن فرق میکرد که در آن بار اول برای خطگیری فوند منزل همراه گردید. همچنین بار نخست از اصول سکنری کارکرد معلومات استفاده شد. از روی نتیجه برای خطگیری اهالی سال 2010 عدد اهالی تاجیکستان 7 میلیون 565 هزار نفر گفته شد و اینک بار سوم تیر ماه امسال دایر خواهد شد. در خصوص این خبر صدای مردم می نویسد:
از یکم تا 15 اکتبر سال 2020 در مملکت معرکه بزرگی دولتی و جمعیتی بر رویخطگیری نوبتی اهالی و فاند منزل دایر می‌گردد. اگنتی آمار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که در آن از تکنولوژی‌های معاصر استفاده نمایند. شهروندان مملکت و شهروندان خارجی که موقتاً در جمهوری استقامت می‌کنند می‌توانند با گرفتن رمزهای مخصوص لاگین پارول با سامانه اگنتی آمار وارد شده سوالنامه‌های بر رویخطگیری را پر کنند و به مخزن معلومات اگنتی آمار ارسال نمایند. همچنین در مرکز شهر و ناحیه‌های جمهوری ترمینال ها برای گذشتن از بروی خدگیری اهالی و فاند منزل تشکیل کرده می شود. اگر شهروندان نخواهند که شخصانی مخصوصی برای این کار آماده شده به منزل آنها بیایند، می توانند در دلخواه وقتی به آنها مناسب به نزد ترمینال رفته با یاری نمایندگان مقامات آمار دولتی به سوال ها از طریق اینترنت جواب دهند. بنا به این خبر، این بار مقامات هنگامی بروی خدگیری اهالی نوبتی از پلانشت استفاده خواهند کرد. طبقی آن مسئولان و منزل شهروندان رفته معلومات شخصی آنها را با پلانشت که با شبکه اینترنت پیوست شده است جمع آوری نموده به مرکز معلومات می فرستند. در خصوص مخفی بودن معلومات شخصی شهروندان گفته شده است که طبقی ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان در باره بروی خدگیری اهالی معلومات شخصی از اهالی جمع کرده شده مخفی بوده آن در شکل جمع‌بست انتشار کرده می شود. برای خدگیری اهالی و فاند منزل به طلب حجت تصدیق کننده معلومات شخصی گزارانده می شود. کشورهای اتحاد دولت های مستقل آمادگی خود را برای کشودن مرزهایشان با روسیه خبر می دهند. در این باره در سامانه اساسیاسیا تور اپراتورف خبر داده شده است. این سامانه می نویسد که روز چهارشنبه 12 آگوست آمادگی قزاقستان و ارمنستان برای کشودن مرز با روسیه معلوم شد. همین طریق طبق معلومات وزارت رشد انفراستراکتور جمهوری قزاقستان پروازهای بین المللی به امارات متحده عرب، بلاروس، آلمان، نیدرلاندیا، مصر، اوکراین و روسیه از 17 آگوست آغاز کرده می شود. با وجود این دپارتمنت مذکور تاکید کرده است که برقرار کنی خطسرهای هوایی با فدراسیه روسیه اجازت جانبی روسیه را طلب می کند. حکومت ارمنستان هم نیت دارد سرحد را با روسیه باز کند. اساسیاسیا تور اپراتورف از قول معاون سروزیر ارمنستان تیگران اوینیان می نویسد که جانب روسیه آمادگی خود را برای کشودن دو جانبه سرحد با ارمنستان اظهار کرد و گفت و شنید آید به این مسئله ادامه دارد. تیگران اوینیان اینچنین قید کرده است که طبق قرار حکومت ارمنستان هر یک شهروند فدراسیای روسیه نوابسته از وضع فوق‌العاده برای کرونا ویروس در این کشور به اجازه‌نامه مخصوص میتواند وارد ارمنستان شود. قبلا آمادگی خود را برای برقرار کردن پرواز هوایی با فدراسیای روسیه کشورهای پسا شوروی به مانند ازبکستان و قرغیزستان نیز اظهار کرده بودند. طبق اطلاع منبع‌های وستنیک آتار با احتمال زیاد فدراسیای روسیه پروازها را با اکثر کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل از 1 سپتامبر آغاز می‌کند. حکومت روسیه این را 20 آگوست اعلان خواهد کرد. در خبر آمده است که قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان و ارمنستان در رویخط 30 کشوری بودند که وزارت نقلیات فدراسیای روسیه برقرار کنی حرکت پرواز را به آنها پیشنهاد کرده است. حالا برای برقرار کردن پروازها در این سمت زمینه ضروری موجود است. انتظار می رود پروازها به این کشورها را از ماه سپتامبر آغاز شود. با کشوده شدن پروازها به قزاقستان و ازبکستان سیاحان روس امکانیت نو برای پرواز به کشورهای آسیا و شرق نزدیک را پیدا می کنند. با وجود این برای شهروندان روس سمت‌های معمول حالا باز نشده است، با مثل تایلند، ویتنام، مالایزیا و هندوستان که تا حال سیاحانی بین‌المللی را قبول نمی‌کنند. وقتی کشودن مرزها با بلاروس هم نامعین باقی می‌ماند. شرکت هواپیمایی بلاویا به کار کردن پروازها به فدراسیای روسیه را تا 21 آگوست تمدید کرد. برای واقعه‌های بلاروس که چند روز است بعد انتخابات پرزیدنتی ادامه دارد باید بر مقابل روسیه تحریم جاری شود. چون این اظهار عقیده کرده است یاتسک ساریوش وولسکی وکیل پارلمان اروپا از لهستان. خبرگزاری روسی ریا نوستی در ادامه این خبر نوشته است که فعلا در اتحاد اروپا راجع به حوادث بعد انتخابات ریاست جمهوری بلاروس فکر و اندیشه ها درباره جاری کردن تحریم مقابل مینسک بیان شده ایستاده است. آنچی را که اتحاد اروپا می تواند انجام دهد، لهستان آماده است و می تواند پیشنهاد کند که این هم باشد جاری کردن تحریم به مقابل روسیه است، نه به بلاروس.
زیرا این مانند به مجازات شمشیر است، نه دست. اگر نقش مداخله و یا تعرض روسیه را مهار بکنیم، فکر میکنم بلاروس ها خودشان دموکراتیه را میسازند. در روسیه نه یک بار و دو بار اظهار داشتند که در غرب برای وقوع همه گونه مشکلی گناهگارسازی روسیه مد شده است و این یک نوع روس بدبینی است. روسیه بارها تذکر داده است که برای همکاری متقابلا سودمند با بلاروسیه در همه عرصه‌ها تحکیم همکاری‌ها در چارچوب دولت متحد و رشد روندهای همگیرایی هوسمند است. وکیل پارلمان اروپا از ناکافیت واکنش جدی اتحاد اروپا بر رخداد بلاروس ابراز نگرانی کرد. مناسبت با آنچه که در بلاروس اتفاق می‌افتاد می‌بایست تماما دیگر می‌بود. اگر آنهایی که امروز در اتحاد اروپا حاکمیت دارند مناسبت تجارتی با روسیه را بالاتر از دستگیری حرکت‌های دموکراتی نمی‌گذاشت و با این وسیله با ملاحظات اعتراف نمی‌کرد که اینجا منطقه زیر نفوذ روسیه است. با عقیده او واکنش اتحاد اروپا به حوادث بلاروس ناکافی و حتی خجالت آور و بی‌جرأتانه است. با موقع سریوش والسکین همچنین ماریوش بلاشک وزیر دفاع ملی لهستان هماوازی کرده است و بر این نظر است که حادثه ها در بلاروس می بایست آلمان را به تحریک می در آورد تا مناسبت خود به احداث خطوط گاز مجرای شمال دو را دیگر می کرد. اعتراضات گسترده عمومی در تمام بلاروس 9 آگوست بعد انتخابات پرزیدنتی که در آن سردار فعلی دولت الکساندر لوکاشنکا غلبه کرده و بر پایه معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات 88% آواز گرفت سر شد. از روز یکشنبه تظاهرات بدون اجازت ادامه دارد ولی آن با شدت از طرف قدرتی ها پخش و سرکوب می شود. در مقابل معترضین از گاز اشکاور، نارنجک های صدادار، آب پاش و تیرهای رزینی استفاده شده است. وزارت داخلی از کشته شدن دو اعتراضگر خبر می دهد که به گفته وزارت یکی از آنها قصد داشته است مواد منفجره را نامعین را سمت پلیس افکند. بینندگان گرامی اینجا رسیدیم به پایان برنامه خبری امروز. خبرهای بیشتر را می توانید در سامانه ما از dan.tv بخونید. مطلب و پیشنهادهایتان را با ما طریق پشت الکترونی، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو بر رقم زیر بفرستید. بخش لایک و آبونه شدن را در شبکه یوتیوب ازدا.تیوی فراموش نسازید. خیر تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.